سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دست‌اندرکاران برنامه زیبا و پرطرفدار الاتیتی. آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه ملت عزیز ایران، علل خصوص هم استانیان عزیزم در استان سبز گیلان و هم شهریان مهربانم در شهرستان بندر انزلی. به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم روز دانشجو رو به همه دانشجویان کشور، به همه پژوهشگران و همه کسانی که در راه علم ما به این قدم این مسیر سخت گذاشتن برای اطلاع کشور عزیزمون ایران است. در خدمتتون هستم. درود بر شما. سلام عرض کنم استاد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آقای گویا. گویا هستم، قربان تو بشم. خب آقای کاظمی، شما گیلکی که هنوز یاد نگرفتی. گیلکی ضعیفه دیگه. اگر شما یعنی تمام مقاطع تحصیلی تو بگذرانه ای ده، کم کم دانشوی برتر جهان بستن داری، اگر گیلکی اماتی هم را داستان داریم. ای برار، کلا زمان هم ضعیفه. آها، خدا رو شکر الان تنیم تو فارسی با هم صحبت. آقا شما بفهمی که انزلی تشریف دارید الان؟ بله، من انزلی هستم. درود به همه انزلیچی های عزیز و بالی. با صفا و با معرفت. بالی. خیلی هم عالی. آقای کاظمی، یه زحمتی بکش خودت یه مقداری بیشتر برای بینندگان عزیز ما معرفی کن و ببینیم که حالا علی کاظمی از کجاها شروع کرده تا رسیده به این نقاطی که میتونیم بهش بگیم دانشجوی برتر، رو میتونیم بهش بگیم که مدارج علمی رو طی کرده و خیلی از افتخارات رو کسب کرد. خواهش می‌کنم. من حضورتون عرض کنم که دانشجو نمونه دکترای سال 1396 دانشگاه علوم تحقیقات تهران شدم. بزرگترین دانشگاه حضوری جهان. افتخار این داشتم در سال 97 دانشجوی نمونه دکترای دانشگاه آزاد اسلامی بشم و در سال 98 به لطف خداوند منان تونستم در گروه کشاورزی دانشجوی نمونه کل کشور بشم که توسط معاون اول رئیس جمهور هم از بنده حقیر تحقیر برمانم. حضورتون عرض کنم که جایزه نوبل ایران یا بنیاد البرز رو در سال 1399 تونستم کسب کنم و حضورتون عرض کنم طرحهای پژوهشی زیادی رو، 6 طرح پژوهشی رو به اتمام رسوندم، 10 ثبت اختراع داشتم که در هر 10 ثبت رو من افتخار شاگردی اساتید بزرگوار داشتم. همونطور که مهمون عزیز برنامه‌ست گفت، کار پژوهش و علمی کاریه که بیشتر جنبه گروهی داره تا جنبه فردی و منفرد بودن و به هر حال تونستم مقامات، حتی مقامات قرآنی رو هم به لطف خدا تونستم در دو تا جشنواره، یکی جشنواره قبای استان تهران بود و دیگری جشنواره عصمت اهل بیت دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور بود که تونستم در قسمت مقاله نویسی با کمک دوست بسیار عزیزم جناب آقای مشتبه اخوان رتبه یکی کشوری رو به دست بیارم. درود بر شما، متشکرم. آقای کاظمی عزیز، ما یه عکسی رو داشتیم حالا روی این نمایشگر که اشاره داشت به این که دانشجو امید آینده کشور. فکر میکنم توضیح شرح و بستش رو از شما بشنویم که واقعا دانشجو چه اقداماتی رو میتونه انجام بده که امید ما به آینده کشور بیشتر بشه. وظایف دانشجو در قبال کشور رو توضیح میدید از نگاه خودتون. خواهش میکنم. دانشجویان به هر حال، من همیشه در مقاطع مختلفی هم که در خدمت عزیزان بودیم در صدا و سیما و جای دیگه عرض کردم، دانشجویان و پژوهشگران پل ارتباطی به سمت دنیای نوین علمی هستند و به طبع اگر این عزیزان از طرحشون حمایت بشه و به قول معروف پژوهش‌هایی رو که انجام میدن بر اساس نظام موضوعاتی که در کشور وجود داره، موزلاتی که در کشور وجود داره، از این عزیزان استفاده بشه و این عزیزان بتونن در حل مسائل‌های راهبردی کشور، حالا در زمینه‌های کشاورزی، در زمینه‌های صنعتی، در زمینه‌های اقتصادی، از تر نظرشون استفاده کنن، خیلی از معضلات کشور حل میشه. من یک مثالی رو میذارم محضر حضرت عالی در خصوص تحقیقی که داشتم در زمینه‌های دانشجویی. یکی از معضلات اصلی کشور ما الان در تولید بذر هست. ما در بذر سبزی و سیفی ما 90% بذرهامون رو از کشورهای خارج وارد میکنیم و خب شرایط تحریم‌های ظالمانه هم باعث میشه که این حضور با اون کیفیتی که باید بیاد به دست کشاورز نرسه و کشاورز نتونه در تولیدات محصولات کشاورزی اون چیزی رو که انتظار داره رو برآورده کنه. به نظر بنده دانشجو میتونن در زمینه‌های تحقیقاتی در کنار اساتید عزیزشون که قرار خیلی زحمت بکشن در اطلاع علمی کشور، بتونن پژوهش‌هایی رو در
زمینه تولید و اصلاح وضع انجام بدن که میتونه خیلی از مشکلات حل کنه. در مسئله صنعت هم به همین صورت است. اگر برها طرح‌های علمی بر اساس نظام موضوعات کشور برای دانشجویان تهیه بشه و اساتید محترم از دانشجویان نخبه و الیتشون در حل این مسائل استفاده کنن، من این قول رو به شما میدم با این استعدادی که درون نخبه‌های کشور وجود داره. واقعا آیه محبی عزیز، بچه‌ها من کمترین هستم، کسانی هستن که من واقعا افتخار میکردم شاگردشون بودم، مثل آقای دکتر سید بعید اصفیا که الان در دهستان هستن، مثل آقای دکتر فراد زینعلی که فلان بودن تشریف آوردن ایران دوباره خدمت گذاری کنن. واقعا این عزیزان میتونن کارهای بزرگی در کشور انجام بدن. به قول حضرت آقا که میفرمایند نخبگان پاره تن جامعه ایران هستن، این مسئولین بعد این نخبه ها این دانشجوهایی که مستعد هستن رو حفظ کنن، ازشون استفاده کنن برای حل مشکلات کشور. از زمان درود بر شما، خیلی هم عالی. آقا یه نکته دیگه ای هم هست، حالا دانشجو که خدا رو شکر وظایفش رو در قبال کشور میدونه و ما چیزی هم جز این ندیدیم، از اون طرف حالا مسئولان چه وظایفی در قبال دانشجوها دارن؟ اگر ما میگیم دانشجو مثلا کار پژوهشی انجام میده، اگر میگیم به فکر گره‌گشایی از گره‌های مملکت باشه، خلاصه از اون طرف هم باید دیده بشه دیگه، یعنی باید یکی بهش بگه خب آقا مثلا بیا این گوشه کارم شما دست بگیر، فلان مشکل توی کشور هست شما یه پژوهشی انجام بده، یه فرمولی براش تهیه کن و بگو به این شکل میشه برطرفش کرد. نظر شما چیه؟ منم کاملا با نظر حضرت عالی موافق هستم. به هر حال من خود شما میدونید خب الان حدود یک دهه است در زمینه پژوهش وارد شدم و با پژوهشگران جوان و نخبه هایی که همشون هم از اکثریتشون از دانشگاه ها روش پیدا کردن ارتباط داشتن و واقعا معضلات بسیار بسیار بزرگی در این مملکت این جوان ها میتونن حل کنن. متاسفانه من حالا نمیدونم این عبارت رو به کار بدن، جوان ها دیده نمیشن، یعنی واقعا من حد اقل ها هم برای این الیت ها در نظر نمیگیرم و متاسفانه ما شاهدی هستیم نخبه های عزیزمون داره از کشور میرن. واقعا امیدوارم که مسئولین حالا در دولت جدید یک برنامه ریزی بسیار بسیار سریع برای حفظ این نخبه ها کنن. واقعا این نخبه ها میتونن آیه محیبی عزیز معضلات اساسی من میگم حالا از کشورم فراتر بریم منطقه رو حل کنن. واقعا چون من با اینا بودم ارتباط داشتم، حالا نمیدونم یک مثال بزنم، این ازم یکی از این عزیزان بود در پارکینگ خونهشون ماشین ساخته بود، هنوزه که هنوزه نتونسته ارتباط برقرار کنه با مسئولون برای اینکه بتونه خودروشو به هر حال عرضه بکنه به جامعه. میخوام بگم که این جوان ها واقعا وجود دارن و حمایت مسئولین میتونه خیلی کمک کنه مثلا در شرایط حالی به کشور. بسیار عالی. یه نکته ای رو هم اشاره کنیم دیگه، حالا بحث فرار نخبگان و فرار مغزها و اینها صرفا محدود به این نیست که نخبه از کشور بره در کشوری دیگر، همینجا هم که اگر خدای نکرده کسی مسئولی باعث بشه که یک نخبه سرخورده بشه، گوشه خونه بشینه و اونطوری که باید و شاید از استعداد خودش برای حل مشکلات کشور استفاده نکنه، اونم یه خیانت بزرگه. یعنی خدا نکنه که کسی آمدانه باعث این اتفاق باشه، مسئولی مدیر جان یه بار دیگه میگی خیانت فراتره. شما ببینید نظام آموزشی کشور میاد تلاش میکنه الیتاشو شناسایی میکنه پرورش میده، واقعا من میتونم بگم نظام آموزشی و نظام دانشگاهی داره خوب کار میکنه. یعنی ببینید این دانشجویانی که الان شما ببینید در کشورهای دیگه دارن میرن اونجا فاند تحصیلی میگیرن دارن کار میکنن، من خدمتتون عرض کنم از همین مملکت روش کردن، از همین ببخشید آموز پرورش ایران روش کردن، از همین دانشگاه ها روش کردن و واقعا آیه محبی اینا دوست دارن به مملکتشون خدمت کنن، یعنی واقعا عاشقانه دوست دارن خدمت کنن. من خودم رو نمیگم، دوستان دیگر رو میگم، دوست دارن در زمینه هایی که به هر حال تحصیل کردن، در زمینه هایی که به هر حال زحمت کشیدن، یک مشکلی اساسی از این مملکت عزیزشون رو حل کنن. اما خب این ندیدن ها، این سختگیری ها، این حالا من واقعا بگم بیکافیه این نخبه ها واقعا درده. بله نه دیگه، ببین تا زمانی که یک فرد مثلا نخبه مخترع یا آدم با استعداد، کسی که اگر پای کار باشه خیلی اتفاقات خوب رو رقم میزنه، نگران معیشت و آینده شغلی و بعدن امنیت شغلی باشه، قطعا مسیر رو اشتباه رفت. قبول داری؟
واقعا همینه. یعنی نمیخوام وقتی که طرف میاد میگم الان اصلا شکی در صحبت حضرت عالی نیست. من تشکر میکنم از والده که من حرف دل بچه ها رو واقعا اینا باید حفظ بشن. حالا اینها رو در صنعت در کشاورزی. آقا خیلی هم عالی آقای کاظمی، من فکر میکنم این دیگه کیفیت ارتباط اینترنتمون هم داره میاد پایین.